السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وآله. الطيبين الطاهرين المعصومين. توفیقی بود که خدمت شما برسیم و این ایام و لیالی رو که ایام و لیالی بسیار مهم هست با هم گفتگوی داشته باشیم. یک جمله معروفی رو ابو عبدالله حسین دارد در اون وصیتش که می فرماید اینی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما و انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. در این جمله که همه تا شنیدید دو مطلب مهم رو امام مطرح فرموده است. مطلب اول هدف قیامش هست. در این جمله امام می‌فرماید که من چرا قیام کردم؟ چرا از مدینه خارج شدم؟ یا چرا خروج کردم علیه حکومت؟ لم اخرج میتونه هر دو معنا رو داشته باشه. از مدینه چرا خارج میشم؟ یا چرا خروج میکنم؟ در این جمله امام هدف قیامش رو مطرح کرده. یک مطلب. مطلب دوم روش رو بیان میکند. در مطلب اول میفرماید هدف من از قیام و خروج اصلاح امت جدم هست، اصلاح جامعه اسلامی است. میگه من از روی خوشگذرانی، از روی سرمستی بیرون نمیرم، از روی افساد و از روی ستمگری خروج نمیکنم و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من برای اصلاح امت جدم خروج میکنم. این یک مطلبه که هدف قیام ابا عبدالله حسین رو نشان میده که حالا بعدا توضیح خواهم داد مفصل. مطلب دوم روش اصلاح رو بیان میکنه. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. این جمله روش اصلاح رو میگه. در جمله قبل میگفت من برای اصلاح قیام کردم. در این جمله میخواد بگه که با روش امر به معروف و نهی از منکر من اصلاح میکنم. این چند شبی که در خدمت شما خواهیم بود انشاءالله اگر خداوند توفیق بده، تمام عرایض بنده پیرامون همین دو مطلب هست. یکی اصلاح جامعه اسلامی و یکی هم روش اصلاح. میدانید که جوامع اسلامی از جمله جامعه خود ما نه تنها در معرض فساد هست بلکه کلن فاسد است و همین باعث می شود که مسئله اصلاح یک ضرورت
اجتناب ناپذیر اجتماعی باشد. خب پس عرایض بنده در پیرامون همین دو مسئله بسیار مهم هست. عرض کردم اهمیتش از این جهته که جوامع اسلامی در کل و جامعه اسلامی ما به خصوص در معرض فساد است، نیاز به اصلاح دارد و تا جامعه اصلاح نشود افرادی که تو اون جامعه زندگی می کند نمی تواند اون اهدافی که باید برسد برسد. هر انسانی در زندگی یک هدفی داره، این هدف وقتی میسر می شود که در اون جامعه که زندگی می کند اون جامعه زمین ساز رساندن این فرد به هدفش باشه. گرچه مسئله اصلاح جامعه و روش اصلاح مسئله علمی مهمی است، ولی با توجه به اینکه مخاطبان ما اقشار مختلف هستند من سعی میکنم با زبان خیلی ساده و قابل فهم این مطلب را برای شما عزیزان توضیح بدم. خب اولین مطلب راجع به اصلاح جامعه است. ابا عبدالله الحسین هدف قیامش را اصلاح جامعه اسلامی معرفی میکنه. اصلاح چی اصلا؟ اول اینو توضیح بدیم. اصلاح در مقابل افساد است. افساد یعنی چی؟ افساد یعنی فاسد کردن، فاسد ساختن. اصلاح هم یعنی به صلاح آوردن، صالح ساختن. صلاح چیه؟ فساد چیه؟ صلاح عبارت است، خوب دقت کنید، صلاح عبارت است از اون حالت طبیعی و اصلی یک شیء، یک پدیده. هر پدیده، هر موجودی یک حالت طبیعی دارد، یک حالت اولیه دارد که در آفرینش با همون حالت آفریده شده. مثلا آب حالت اصلی و طبیعیش این است که زلال باشد، شفاف باشد. این حالت اصلی و طبیعیشه، این رو بهش میگیم صلاح. آب صالح یعنی آبی که این حالت طبیعی رو دارد، شفاف است، زلال است. اگر این زلال و شفافی آب از بین رفت و گلالود شد و گندیده شد بهش میگیم فساد. پس صلاح چیه؟ صلاح اون حالت اصلی و طبیعی یک پدیده است. حالا چون پدیده آب باشد، خاک باشد، هوا باشد، انسان باشد، یا باشد یا هر چیزی دیگری. فساد چیه؟ فساد خارج شدن از اون حالت طبیعیه. وقتی از اون حالت طبیعی و اولیه خارج میشه میشه فاسد. مثل همین مثال آبی که عرض کردم، یک مثال دیگرم بزنم واضح‌تر میشه. بدن انسان حالت طبیعی و اولیهش این است که سالم باشد، نقص نداشته باشد، بیمار نباشد. حالت طبیعی بدن انسان اینه. حالا اگر این بدن بیمار شد، مریض شد، از اون حالت صلاح خارج میشه، میشه فاسد. روح انسان هم همینطوره. روح انسان هم یک حالت اولیه دارد که بهش میگیم صلاح. از اون حالت اولیهش که خارج میشه میشه فاسد. پس تا اینجا یک مطلب روشن شد و اون یعنی که اصلاح یعنی آوردن یک پدیده، یک جامعه، یک انسان به اون حالت طبیعی و اولیه و اصلی آفرینشش. و افساد یعنی خارج کردن این پدیده از اون حالت اولیه و طبیعی و اصلیش. این معنی اصلاح و افساد. همون طوری که یک فرد انسان میتواند فاسد شود، میتواند صالح شود، جامعه انسانی هم میتواند
فاسد شود میتواند صالح شود. یک فرد انسان رو در نظر بگیرید، آدم سالم، ورزشکار، اهل مطالعه، اهل فکر، این انسان سالمه، صالحه. اما در مقابلش یک فردی رو در نظر بگیرید که معتاد شده، کارتون خواب شده، این الان فاسد. جامعه انسانی هم یک همچه حالتی داره، گاهی فاسده، گاهی صالح است. اگر جامعه، اگر نهادهای اجتماعی در اون جامعه حالت طبیعی و روند اصلی خودشان رو تعیین کنند، میشه جامعه صالح. اگر اون جامعه و نهادهای اجتماعی که در اون جامعه هست از اون کارکرد اصلیش خارج شود، از اون نقشی که باید داشته باشد در جامعه بیرون بیاد، اون جامعه میشه جامعه فاسد. حالا من امشب میخوام چند نمونه از این فسادها و صلاحهای اجتماعی رو برایتان ذکر کنم تا خوب مسئله صلاح و فساد جامعه رو درک کنید. عرض کردم یکی از مهمترین مسائل اجتماعی ما همین مسئله است. 40-50 سال ما داریم می جنگیم، علیه شرق و غرب جنگیدیم، اما همچنان جامعه ما جامعه صالح نیست. چرا؟ برای اینکه ما نتوانستیم روی صلاح و فساد جامعه خود فکر کنیم، راه حل پیدا بکنیم. فقط تفنگ گرفتیم و جنگیدیم، همین. اما ننشستن متفکران ما، فرهیختگان ما، قبل از این که بجنگن یا در حینی که می جنگیدن بشینن فکر کنن که حالا که ما میخوایم این جامعه را، این حکومت را از بین ببریم، بدیلش چیه، جایگزینش چی جامعه صالحی هست. روی این کمتر کار شد. بعض این جهت است که امروز میبینیم وضعیت ما این گونه است. پس مسئله اصلاح جامعه، اصلاح اجتماع بسیار مهم است دوستان. و من با الهام از این فرمایش عبدالله حسین میخوام این چند شب رو راجع به همین مسئله با شما سخن بگم. خب پس متوجه شدید که اصلاح اجتماعی یعنی این که جامعه رو ما به اون حالت طبیعی و اصلیش برگردانیم، نهادهای اجتماعی رو به اون کارکردهای اصلیش برگردانیم. در مقابل جامعه فاسد این است که جامعه از اون حالت طبیعی و اولیش خارج بشه، نهادهای اجتماعی اون کارکردهایی رو که باید داشته باشه نداشته باشه. حالا یه چند تا نمونه رو مثال بزنم مشخص میشه. جامعه از سه جهت قابل بررسیه. یکی از بعد سیاسی، جامعه میتواند از بعد سیاسی صالح باشد، میتواند فاسد باشد. مثال، حکومت در یک جامعه نقشش چیه؟ حالت اولیه و طبیعی و اصلی یک حکومت چیه؟ به تعبیر دیگر اون کارکرد و نقش را که یک حکومت در یک جامعه ازش انتظار میرود چیه؟ کارکرد و نقش اصلی و طبیعی یک حکومت این است که جامعه را درست مدیریت کند، عدالت برقرار کند، حقوق را پیاده کند، حقوق مردم را حفظ کند، از ستم جلوگیری بکند، زمینه رشد استعدادهای مردم را فراهم کند، موانع تکامل و پیشرفت جامعه را رفع کند، از این جامعه، از فرهنگ جامعه در مقابل اجانب و مهاجر دفاع کند، حفاظت کند، سیانت کند. اینا نقش و کارکرد اصلی حکومت. اگر یک حکومتی بخواهد صالح باشد باید این نقش رو داشته باشه در جامعه. حالا اگر این
حکومت از این نقش فاصله گرفت. به جای این که عدالت برقرار کند، ستمگری کرد. به جای این که استعدادهای مردم رو شکوفا بکند، زمین ساز رشد اجتماعی شود، باعث انحطاط مردم بشه. استعدادها و توانمندیهای مردم رو از بین ببرد، خفه کند، نابود کند. فرصتهای رشد رو از مردم بگیرد. به جای دفاع و صیانت از فرهنگ جامعه، با اجانب همدست شود برای از بین بردن فرهنگ جامعه. این حکومت الان یک حکومت فاسدیه. توجه میکنید؟ این یک حکومت فاسدیه. چرا؟ چون از اون نقش کار کرده اصلی که باید داشته باشد فاصله گرفته. یک نمونه از فساد سیاسی جامعه است. نمونه دوم، قانون شکنی در یک جامعه از سوی ادارات دولتی. اگر ادارات دولتی نقشش چی هستن؟ این است که کار مردم را راه بیندازد دیگه. در هر اداره‌ای که میری اون نیازت برداشت رفت بشه، اون کاری که داری انجام بگیره. در اداره برق میری، در اداره پست میری، در اداره نمیدونم آب میری، در هر اداره دولتی که میری مسئولیتش و وظیفه‌اش و نقشش چیه؟ نقشش اینه که کار شما را راه بیندازه دیگه، بدون هیچ گونه توقعی. چرا؟ چون قانون اینو میگه. قانون میگه این اداره به وجود آمده است تا کار شما مردم را بیفته. حالا اگر آمد و این اداره به جای اینکه کار شما را بدون توقع را بیندازد، رشوه‌گیری کرد، گفت تا پول ندی کارت را نمیفته، یا پارتی بازی کرد تا یک گردن کلفت را نیاری، پارتی نیاری، کارت را نیفته. در این صورت این اداره می شود اداره فاسد. چرا؟ چون قانون را زیر پا گذاشته. قانون می گفت تو کار مردم را راه بینداز بدون توقع، اما تو کار مردم را نمی اندازی، تو پارتی بازی میکنی، تو پول میگیری، رشوه میگیری. پس این اداره میشه اداره فاسد. چرا؟ چون از اون نقش و کار کرده اولی و اصلیش خارج شده، فاصله گرفت. اینم نمونه دومه. از این جور نمونه ها ما در بعد سیاسی جامعه زیاد داریم. من فقط خواستم نمونه عرض بکنم تا این مسئله فساد و صلاح کاملا مشخص بشه که در یک جامعه که این جامعه صالح است و که این جامعه فاسد است. حالا با این دو نمونه‌ای که من در بعد سیاسی عرض کردم، شما می توانید جامعه خودمون رو ارزیابی کنید دیگه. ببینید این جامعه‌ای که ما الان داریم از این بعد آیا جامعه صالح است یا جامعه فاسده. این از بعد سیاسیش. میام در بعد اقتصادی. دومین بعدی که میشود جامعه را از اون بررسی کرد بعد اقتصادیه. خب یک جامعه میتواند از نظر اقتصادی صالح باشد، میتواند فاسد باشد. جامعه صالح از نظر اقتصادی چه جامعه‌ایه؟ جامعه‌ای هست که درش فقر نباشد. جامعه‌ای هست که در او بیکاری نباشد. جامعه‌ای هست که در اون اسراف نباشد. جامعه‌ای هست که در اون تبذیر نباشد. اینها نشانه‌ها و شاخص‌های اقتصاد سالم یک جامعه یا جامعه‌ای است که از نظر اقتصاد سالم است. روابط اقتصادی روابط سالم باشد. اینو میگن جامعه سالم از نظر اقتصادی. حالا اگر شما این شاخصها رو نداشتید، به جای اینکه جامعه مرفه باشد، ثروتمند باشد، گرفتار فقر باشد،
دستش همیشه پیش این و اون دراز باشه، از کمک های بین المللی همیشه استفاده کنن. در اون جامعه دست های ناپاک روابط اقتصادی رو مدیریت بکنن. این باران الهی هم که الحمدلله سرازیر شده، صلوات بفرستید. حل شد؟ حل. مشکل باران چجوری حل؟ پایین بیاییم. یک جامعه می تواند از نظر فرهنگی صالح باشد، می تواند از نظر فرهنگی فاسد باشد. فرهنگ چیه؟ فرهنگ یعنی باورها، یعنی ارزشها، یعنی سنتها، یعنی آداب و عادات اجتماعی. زبان خیلی ساده. یک جامعه می تواند از این جهات صالح باشه که داره فاسد باشه. مثلا به عنوان نمونه عرض میکنم، یه جامعه ای که در اون جامعه جهل حاکم است به جای آگاهی، اکثریت مردم جاهلن، این جامعه از نظر فرهنگی فاسده. ولی اگر به جای جهل آگاهی حاکم باشد، اکثریت مردم آگاه باشند، این جامعه صالح است. اگر یک جامعه گرفتار تعصب‌های کور باشد، تعبیر تعصب کور میکنم، نه تعصب مطلقا، چون تعصب در بعضی جاها اگر آگاهانه باشه خوبه، اما گاهی هست که جامعه گرفتار تعصب کوره، یعنی بدون درک، بدون شناخت، بدون اینکه به حقیقت رسیده باشد بر اساس عادت. پس اینم یک نمونه دیگر از صلاح و فساد جامعه در بُعد فرهنگش، تعصب کور. ما در جامعه خود ما این نقطه ضعف اساسی رو داریم دوستان. اگر به رفتار خود نگاه بکنیم، اگر به گفتار خود نگاه بکنیم، اگر به اندیشه های خود نگاه بکنیم، اگر به قضاوت های خود نگاه بکنیم، نسبت به افراد، نسبت به جریان ها، نسبت به احزاب، متوجه میشیم که ما گرفتار یک نوع تعصب کور هستیم. این نشانه فساد جامعه ماست. نمونه سوم، سنت های غلط، عادت های غلط، قوانین خودساخته غلطی که بر جامعه حاکم باشد، اینم خودش نشانه فساد یک جامعه است از نظر فرهنگی. جامعه‌ای که از نظر فرهنگی فاسد است معمولا گرفتار سنت‌های غلط. این نمونهش خیلی واضح دیگه، شما خودتون الان لمس میکنید. این عادت‌ها و سنت‌های غلطی که ما در مراسم عروسی داریم، ببینید نشانه فساد جامعه ما هست. اسلام میگه آقا یک عروسی خوب ساده ترین عروسیه، بهترین زن اون زن است که کمترین مهر را بگیره. اینا دستورات اسلام، اینا ارزش های دینی ماست، ارزش های فرهنگی ماست. کمترین خرج داشته باشه، کمترین هزینه داشته باشه، اسراف نباشد، اینا دستورات دینی ماست. اما الان شما نگاه بکنید تو مراسم عروسی ما چی کار میکنیم؟ پدر داماد و پدر عروس رو از زندگی میاندازه به خاطر سنت های غلط، به خاطر عادت های غلط. اینا فساد جامعه است. این جامعه جامعه فاسدیه که گرفتار چون این فرهنگ منحط شده است. یکی از دوستان که در کشورهای دیگر زندگی میکند، در اروپا زندگی میکند، تعریف میکرد، میگفت که در اونجا وقتی که یک دختر و پسر ازدواج میکنند، هیچ عبایی ندارم که برم یک زن نمیدارم لباس شویی دست دوم بخرم، یک اتاقه که کوچیک کرایه کنم، نمیدارم فلان چیزی دست دوم بخرم، از خریدن اشیای دست دوم هیچ عبایی ندارم. اما در اینجا چیه؟ در اینجا اگر بخواد یک دختر عروس بشه، باید یک جهیزیه مفصل سنگین چندین میلیونی بخرد، نمیدارم یخچال ساید بای ساید بخرد، نمیدارم لباس شویی بخرد، ظرف شویی بخرد، فلان بخرد، فلان دست دوم، مثلا ننگه. این تصور ما، ببینید
اینا رو بهش میگیم سنت های غلط، عادت های غلط. این فرهنگ الان فرهنگ بیمار است. این جامعه از نظر فرهنگی الان گرفتار فساد است. پس ببینید جامعه میتواند هم از نظر سیاسی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فرهنگی گرفتار صلاح یا گرفتار فساد باشد. جامعه صالح و جامعه فاسد داشته باشیم. الان وقتم تمام شده، فرصت نیست که خدمت شما نمونه های دیگری را عرض بکنم تا اینکه خوب این تصور روشن را در ذهن پیدا بکنید که جامعه کی صالح است و کی فاسد است، که اگر فاسد بود ما نیاز به اصلاح داریم. تا جامعه اصلاح نشود آقا ما به جایی نخواهیم رسید. این آخرین حرفی است که همه متفکران جامعه شناس زدن، همه اندیشمندان هم زدن. خب عرایزم تمام هست. امشب شب هفتم محرم هست، معمولا در این شب یاد میکنن از حضرت ابوالفضل العباس. خب شنیدید دیگه، ابوالفضل العباس نه تنها برادر ابا عبدالله بن حسین هست که شیفته و عاشق امام هست و امام هم شیفته و عاشق عباسه. هر کاری که میشه اول عباس رو پیش میفرسته. اگر زنان گریه و ناله میکند عباس رو میفرسته که برو ساکت. اگر دشمنان حمله میکنند اول عباس رو میفرسته که برو با دشمنان صحبت کن. اگر کودکان تشنه میشه عباس رو میفرستد که برو برای کودکان آب بیار. عشق و شیفتگی امام به عباس و عشق و شیفتگی عباس به امام بی حد و حصر است. اما اون لحظه ای که ابوالفضل العباس از اسب میفتد و به شهادت میرسد، اون لحظه امام یک جمله معروفی دارد که میفرماید الان انکسر زهری و قلل دیلتی صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علیکم و رحمت الله.